با سلام و درود و احترام خدمت هموطنانم در سراسر ایران و دنیا. اینجا اونجاییست که باید گفت نقطه سر خط ورقه ها بالا. سازمان دول و تمام حکومت هایی که نقشه کشتاسی را هم واسه چند سال دیگه همشون باختن بازی رو. آچمز شدن و مات شدن تو بازی. اینا به هر نحوی واسه حکومت دیگر واسه بدوشند و نمیفهمیدند هر چی که از ایران و دیگر کشورها میبرن که ما ارتباط نداره زهر و سمیست که تو کام خودشون، ملتشون و کشورشون میریزند. کی میخوان یاد بگیرن من نمیدونم. اینقدر خوشحالم که میبینم جورج سوروس لعنتی و شیطان پرست و کسی اینجوری بیشرف حرومزاده نمردن شکستشون رو ببینن، به خصوص در مورد ایران. من در ایران بانیه چه کرده بود با اینها از دوران بچگی تا آخر که این همه انسان ایران که نداشتند تجزیه را نمیخواستند. حالا داری تجزیه میشید فکرتون جسمتون جسد کسی کسی فکرتون با تجزیه بشه که محفظ نشدید. تمام تمرکز رو این قصه بود. میلیارد ها دلار خرج کردند این کسافت که تو دنیا دارن برای اونا مزدوری میکنن، نایاک و ناپاک و اون فلان و فلان و فلان و فلان همشون اونجا بهشون میرسن. آقا بکن هر چی میخوای بهت میدیم. نمیفهمید که بیخ میخونی خودت خراب کن، کشورتو خراب کن، تجزیه کن، نفاق ایجاد کن. خیلی کردند. ولی الان دنیا و این آشغال ها و این آشغال کلا به جای رسیدن که ببینن فایده نداره. حکومت دیگه هیچ جایگاه پایگاه نداره. قبل از اینکه مردم اینا لگد مالشون بکنن اونها بیان و شورای امنیت اینو ببرن پرونده این کاری با صدام کردن، کاری با قذافی کردن، کاری کردن بیان انجام بدن و بگن ما بودیم خودتون و جزا آبادتون. ولی خب شازده عزیز بود تحضیح آخری که شما کردن و گفتن خیلی موثر واقع شد. دین نما همه چی رو میدونن. شماها این کپ سرتون زیر برف کردین و خودتون رو به خریت محض زدین. چون بشم دارین میخورد ها؟ پوتین کیو را بفتست بیاد ایران بیخبر پوتین یک سال دو سال سه سال وقت میداد. این ذلت و خفت نه که شما تنها تمام اول ذلت هاست. وگرنه شما بی شرف ها میدونستید زمانی که یک کشور رأی گیری میشود زیر 50% یا 45% رأی بیاورد اون حکومت دیگه قانون نیست، مشروعیت ندارد. میدونستید؟ نمیدونستید؟ پس خوب میدونستید. خودتون دارین به خبیت و نفهمی و بیشعوری که هستید. وگرنه زمان رأی گیری دوم آقای روحانی کسی رأی نداد. خودتون هم میدونید. اون که هیچ بار رئیسی بدتر. ولی آمدید و چشار کور شده رو هم گذاشتید و گفتید که انشاءالله گربه است. حالا به این موضوع را میخوام بگم. این کسافت را میخوام بگم. بی جاسا میخوام بگم، بی وطن فروش ها میخوام بگم، بی آدم فروش ها میخوام بگم. این آخر کارتونه، پدرتونه، خود اونا در میانن ها، تو طلبکارشون نشید. این همه پول به شما دادن انگار ریختن توالت. مردم باشون پیدا کردن. من مطمئن بودم این روز برام روشن بود با این همه اختلاف اینا ایجاد کردن، تفرقه ایجاد کردن، نمیدونم شیعه و سنی کردن، نمیدونم خان و شهید جام واسه کردن، ولی مردم برگشتن به اصل خودشون. من میدونستم برمشون یک ریشن باز جویه روز برای اصل خیش پیدا کرد و شک دقیقه سه نداشتم، ندارم. اصلا یکی از رمزهای کلیدی دنیا از پنج شاه کلید دنیا یکیش همینه. دنیا کلا پنج شاه کلید داره، یکیش همینه. هر کسی برمیگرده به اصل خودش. اگرم برنگشت میره و تو بیابونه و تو به ابد به درک واصل میشه و میپوسته میره به کارش. ولی من مطمئن بودم برمیگردم مصر. آقا فلان بزه بودم تو کاسه نباشه. زمان بهترین طبیبه. الان به اونجا رسیدیم. الان به اونجا رسیدیم که میبینیم که دارم برمیگه اینا هنوز گیجن. هم بچه اطلاعاتی ایمیل با سوال میکرد. آقای محمدی ببین رأی جوریش اونجا سوختم باشه. شب درازه. شب درازه. مردم وقتی خودشون پیدا کردند منجا رسیدن که آقا راه این اصل ما اینه، ذات ما اینه. بعد که خودتون رو پیدا کردن شما میلیارد دستان بیاد هیچ کار نتید بکنید. قدرت در تعداده، تصمیمیان مردم هستن. ولی به اینجا برسن، بی خواسته برسن، به این درجه برسن که بخوان.
کارا میخوام. بعد که دنیا دید نه با هر کاری که از سال 96 98 زدم کشتم بالا دیدم نه خیر، از خودشون هم کشتن نه خیر، از ایران هم کشتن نه خیر. مردم هوشیار شدن، بیدار شدن و آگاه شدن و این یعنی نابودی شما همتون بود در جا. بینی آخر شازم که دیگه آپریخ دست همتون گفت که نه دیگه آخر صف بایستید. حالا این مزدوره که نمیدونم بی بی سی و سی این این و سی این و سید آمریکا و نمیدونم این داشت، همه این ها مزدوره هستن که دهنشون باسن چسب بودن به باسن آشقال ها. بخورید میشه جانتون، بخورید جونتون در میاد. اون چیزی برای دستی نداره شما بایدن. دیگه تموم شد، دیگه تموم شد. تنها سازار زور میزنه، گدایی میکنه برای من مردم. بابا بچهای مجاهد تو خیابون گدایی میکنن، گدایی تنشون رو میسوزونن، عکس گرفتن میاد تو خیابون گدایی میکنن، پول میدن به اون سرکار خانم قجر. اگه مسلمان کافره، اگه مسلمان نیستید انسانیت و شرف نداره، ناموس نداره، حرامزاده است. ساعت 11 طلاقی، ساعت 12 زن رجعی بشه، کتو قاعده است. کجای دنیا این قاعده هست؟ کجای دنیا هست؟ قانون جنگل هستی نه غیر از خوکا. چرا خوکا فقط در دنیا اینطور هستند؟ خب حالا هنوز گیجی چون حالا مطمئن بگم اصلا را پوتین میاد اون چطوری چطوری میفته. اون اصلا شما رو آدم حساب نمی کنن. شما رو شما این مهرهایی هستید که همین سوخته هستید و یه چیز هست به زبادان تاریخ و امثال رو هم دیگه بدون پول که نردن بی زندگی هم عادت کردید، بی خیر خرجی هم عادت کردید و بیشید آتیمند و میمونید. گدایی هم نمیتونید بکنید. هیچ کشوری هم شما راه نخواهد داد. از چه موضوعی داخل چه موضوعی خارج چه این سایت پای تا همش این همش. هیچ کش خوش به حال زم که مرد کشتنش. خوش به حالش. این روزه رو میدید که اصلا تصورش نمیکرد. خب حالا این آخر کارتونه. حالا پوتین میاد، اون میاد، اون میره، این می... همه گیت شدن. ولی خب فایده نه، چون مردم ایران بیدار شدند، اونا به درک باید واصل بشند. آخر کار نوکری کردن برای بیگانگان همینه. میگه آقا دیگه تو تموم شد، برو پی کارت. ما به کار با اهدافی داشتیم رسیدیم، هری آقا من فلان بودم بیسا بودم، برو خائن، برو تو کشا خورم نکردی، برو کسافت، برو لجن. تو یه جاسوسی، تو یه خائنی، کسی که به کشور خوش رحم نکنه به من رحم میکنه. برو بیام برو برو گوشو ببیر. همه تون همین هستید، هیچ فرقی نمی کنه. تک تک شما ها توی کشور خارجی از اون این شرفی گرفته تا اون کلی همه تون همه تون اون دست اسم بیارم بعد کشور فراموش کنم آقا اسمی نیه بود همه شون همه شون بیر بدون برو اگر هر کس پوستر شازر کرد نکرد کنار در کنار شازر کرد نکرد آمد خودش مطرح کرد اینا هم مزدورند. شما آمدید به همه رو بایکوت کنید، من نمیفهمم اینا کار شما. حالا میبینم که شما همه اوه ارا اینقدر بیرا اصلا دیده نکنید، مرچه دیده نمیشید، شما مرچه دیده شما دیده نمیشید، ولی محمد سر جاشه. چرا؟ چون حافظ برای حفاظت از منافع مردم و کشورش رو کار میکنه. من و امثال من که خیلی کم هسته به اندازه پنج تا انگشت دستم نمیشن که دو سه تا خواب هستم من تازه این همین روزا بیدار میشن آها فلان این کاری کرد چطور اشتباهی کنه. ما باید بپذیریم این دوی امدادی است. تو یه جا پرچم میاریم دیگه توان رو از بین میافتیم، پرچم میدیم دست بعدی. بعد از این که کار بودزار تموم شد میدن دست گریدر و لودر و اینها. بعد از اون میدن دست ساخت جاده صاف کنه و آسفالت کردن و ما لذت میبریم که را میشیم تماشا میکنیم. این دوی امدادیه، چه بخوای چه نخوای، زمین برید زمان برید، نه که شما عربابتون همه شو بخواید عربابت رفت تو که دیگه جای خود داری. به چه ذلت و خفت گدایی در دنیا افتادند. نتیجه چی هست؟ نتیجه این حق ناحق کردن توی دنیا و حق با تو بود. الان هم که هنوز هم به حرف میزنم نه آقا بره سازمان شورای ملل شورای امنیت باز ما اونجا چیز ما رو واسه میخونم برات. بر همین تمام حرفا برای اینجاست میگم اسم بهتون بگم که نه اینها برای خودشون راه پای دوزی و جا باز باشن، ولی اونها همش باعث نابودی اونها و محوشن تاریخ خواهد شد.
شک نکنید. الان آلمان دیروز تظاهرات کردند. دوباره چی بودند؟ چی میگفتن مردم؟ ما عدالت میخوایم. دیگه مردم فهمیدن بی‌عدالتی، همه جا فهمیدن فرق نمیکنه. تو تمام کشورها مردم کم کم موضوع سوال پوخی نبوده، ما سرکوبشون رای دیم به اینها. زمانی که او خانم مرکل سرکار بود من بیمارستان بودم، اما سرکار حرف سوریه رو زد، گفتم نابود کردی آلمان رو، به خاک سیاه نشوندی آلمان رو. زنگ زدم دفترش رو فارسی صحبت کردم، سیدم گذاشتم پیام گذاشتم، با خودم کیر مسلم صحبت کردم، یکی کیر مسلم مردم گذاشتم. من اینجا رو میدیدم دیگه نمیتونه پلیس آلمان کاری بکنه. پلیس آلمان خودشو بکشه، 5% هوش و ذکاوت مردم سوریه رو نداره تو کار خلاف. طلبکار و خودتون کردید. خود کردن تدبیر نیست. امیدوارم که آقای پوتین تشریف بیاره اینجا، این چاوشسکو، نیکولا چاوشسکو رئیس جمهور رومانی برگشت، چه تاوارش افتاد تا همون نزدیک همون حد حدود رسید، تو مردم یه پایگاه جرگان با جنگ را انداختی، با جنگ را انداختی، بخاطر بقای چند روزی بیشتر خودت فقط سرنوشت اون سرنوشت کان هست. خوش رسی استم کرده میاد اصلا شورای میگردتون میاد آیه پوتین چاوشسکو خود چاوشسکو آخر جرگ اومد ایران اومد برگشتم تو فرودگاه گرفتم بردم محاکم اعدام با زنش تیربارا. این گفتن خامنه‌ای چند ماه تو کانکس بوده. حالا چرا اینو مطرح میکنم من نمیدونم، اما یادمه که وقتی که سازمان اتکا اون افسر مفسر و سرتی کنه رو بردن اعلام کرد رفتن، من طلبی داشتم از اتکا قبل از حکومت ننگین فروشگاه ارتش مشهد، پیمانکارش من بودم. آتیش زدن 1,200,000 تومان قرار داد داشتم، هیچی پولم نگرفته بودم. بعد خلاصه نامه نوشتم واسه تیرا رفتم اونجا، گفتم تو اتاق مجرم دارم نیست، گفتم کجا رو پایین دستم تو آبدارخانه نشسته، همین بهزاد نبی، همین شهید من پدر سوختن هر روزاده میارم لقمه هم بیش از انسان کره زمین نفس اونجا نشسته. بفهم برادر، بفهم برادر، گفتم تو مجرم میگی بخاره، گفت اینو ریاست. نه ان شاء الله، گفتم اگه از بحر ریا کردی وای به تو، از بحر خدا کردی وای به من، چون کارت پا کار پیش نمیره تو این آبدارخانه نشستن. خامنه‌ای افسران دیگه همون تیپ هستن. الان پوتین واقعا هیچ جا جایگاه پایگان از هیچ کشوراش نمیدن، چون دیگه مردم عصبانی هم، مردم میبینن، مردم میفهمن، حمله به اوکراین میفهمن، دیگه دنیای مدیا اینترز و انصار هم همه این رو رسوا میکنه، همشون تو هر کشوری موافق و مخالف هست. دولت کانادا دولت باید با جمهوری اسلامی سازش، دولت با جمهوری اسلامی سازش روی کرده مختصه نداشته باشه. حالا همشون آمدن انا شریک ما هستیم. قابل توجه تمام مزدوران و عاقبت کارشون، جاسوسان، وطن فروشان، آدم فروشان، مانده مجاهدین، خوش خدمت ها، چابلوسان و دست به دست ها و الاخر. قابل توجه همه تون. حالا چه اتفاقی در سازمان ملل میفته؟ حالا خدمتتون عرض میکنم. حالا بس خبر دیگه دارم خیلی جالبه. بله. اولا که رئیس سپاه کلن یا آسان سلامی قدیبا اونا گذاشتن توی جاده، بعد شهر من تست ایران جاده ها توالت بین راهی بود، بعد یه نفر می اونجا میذاشتن آفتاب آب بکر میذاشت اونجا و آفتاب رو میچید تب بر میداد به اونا میگفت که مثلا بریم مثلا درشه یک قرار میگرفت. سلامی اونجا هم براش زیاده مثل فرمانده کل سپاه. خب حالا یکی از این مسئول رده بالای من بکرد که من متنش کامل توی خانه گذاشت، گفته که او ادامه داد در ادامه با آژانس هم به مشکلی برخوردیم، گرچه گزارش اخیر آژانس هدف من بود، اما به هر این به این اشغالا میگم، به دزدار خائنا، به آدم فروشا، وطن فروشا، جاسوسا، نایاکا، ناپاکا، همتون، برای همتون، این برای همتونه که امیدواری که سازمان هم سازمان قبلش برای ملت ایران و برای شاهزاده ما دیگه اصلا عددی نیست و ناچار هست برای آینده خودش بیاد از حالا یک کاری بخواد بکنه، ناچاره، چون دیگه فهمیده دنیا آینده دست ایران و ایرانی هست. با
با آژانس هم مشکلاتی برخوردیم و گرچه گزارش اخیر آژانس هدفمند بود، اما به هر روی اگر ما در صدد حل مشکل بر نیاییم، با توجه به قطعنامه اخیر شورای حکام میتواند در پیشبرد اقدامات احتمالی غربی‌ها موثر باشد. گفته میشود غربی‌ها نمیتوانند با ریال پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند. دلخوشی که بی آشخاله کسافت تک همه اون مزدوراشو میدن که اون نون و بون دهن باسن را چسب عادت کردند. گفته میشود غربی ها نمیتوانند با ریال پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند، زیرا چین و روسیه وتو میکنند. چین و روسیه وتو میکنند. آه؟ اما چون همینه نه؟ چقدر باج نبه اونها؟ چقدر بیرور دادن؟ در مثال مناقشه نیست. این که میگم خاطر چیز است، کاملا اتفاق افتاده است. دختری از آلمان، این صحبت مثلا دهه 70 میلادی است، میره آمریکای جنوبی، میره اونجا و واسه میره تو هتل رزرو کرده و میره اونجا و بعد خیلی خوشتیپ و خوشگلی اونجا میبینه، خوشحال میشه، میخنده، این میخنده، دست میدن معرفی میکنه، میگه من امروز اومده دکتر، میگه من تازه اومدم، میگه پس یه اتاق با هم بگیرین، جفتتون هم خوش میاد، یه اتاق با هم میگیرن و خلاصه صبحانه نهار شام ساحل دریا گردش هم بچه. وقتی تو اتاق وارد میشه دفعه اول، پسر تو کیفش یه بسته پول در میز میذاره، میگه ما با دنگ دهون گسه میره باشه، دختر میگه نه فلان، ولی خوشش میگه بسته پول. خلاصه پسر هر روز 15 روز یه بسته پول رو میذاشته و روز آخر هم خلاصه خداحافظی میکنه، پسر میره. دختره وقتی که برمیگرده آلمان، اولین کاری که میره بره بانک، پول رو میره بانک چینج کنن براش و چقدر پول دار میشه. بعد یک ساعت خورده وقت گرفتن، طرف شدند، بعد 15 مارک بیه میده. یعنی چی؟ همین پول، تمام پول همه همینه، پول کشور ارزشی نداره. میشه بگم بخنده تو اینجا. حالا این بحث این گفتم بخاطر اینه، این هم کردم تو این همه خوش خدمتی کردم به این و به اون و به اون و به این و به اون بالا کردم، هم 15 مارک است. خامنه ای آدماش تو آفریقا گفتن آقا پولش میشه خوب خرید، 160 کانتینر پول خریده، بعد اون موقع قیمتش خود بهتر اووردن ایران قایم کردن، حالا هزینه حملی که دادند 19 برابر کل ارزش پول است. خب غربی ها موثر باشه، گفته می شود غربی ها نمی توانند با ریال پرونده ایران شورای امنیت ببرند، زیرا چین و روسیه وتو می کنند. کلی هم به چین و روسیه حال دادن، پول دادن، این بعد دادن، امتیاز دادن، فلان کردن، بیسار کردن. بله فراموش نکنیم که مکانیزم وتو می کنند. اما فراموش نکنیم که مکانیزم معاشه در برجام پیش بینی شده است و هر یک از امضا کنندگان برجام می توانند درخواست بازگشت شرایط قبل از برجام رو بدهند که در اون صورت حق وتو هم کارساز نخواهد بود. 15 مارک بخورید که حقتونه. ظلم ستم و جنایت حق مردم کردنه، از اعتمادشون سوء استفاده کردن، بخورید. حق معاشه برای خودشون گذاشتن، شما خونه میخواید ببیتیز کنید. حق به تو هم کارساز نخواهد بود و دوباره قطعنامه های شورای امنیت بازگردانده میشود. بنابراین دولت 13 هم باید به شدت مراقب باشد که پرونده ایران بار دیگر به شورای امنیت نرود و ما هم امیدواریم که در این اتفاق رخ ندهد، زیرا در آن صورت تحریم های سازمان ملل علیه ما فعال میشود، حالانکه اکنون تحریم های یک جانبه آمریکا وجود دارد. واسه رفع خنده، واسه اینکه بفهمید تستای آخر فوق العاده تلخه، آخرین جاده فوق دست اندازه خطرناک و چای برچی داره واسه مردم ایران که قانون کائنات بیکار نشسته و جوریش دارن تمام دولت ها دارن سینه میزنن زیر علم و پرچم شاهزاده عزیزمون و ملت ایران. شما حقتونه، اسبتون تازوندی، تحقاز رفتید، ولی الان هر چی که میخوری زهر ماره، هر جا که نگاه میکنی تیزا زهر ماره واسه شما، بدون استثناء حقتون است. حق مردم ایران آزادی و آبادی کشور و کمک به دنیاست، به دنیایی که هستید تما، احمق، ترسو به قول انیشتن سرکار هستند. حقتون. ایام بکام، روزگار خوش.